اردن با یک هفته جشن و موسیقی به استقبال مراسم عروسی ولیعهد رفته است که پس فردا پنجشنبه در کاخ زهران برپا خواهد شد. عروس رجوع بنت خالد 28 ساله از تبار ملوک عرب نیست، معمار 28 ساله عربستانی است، تحصیل کرده ی دانشگاه سیراکیوس آمریکا. ناظران این ازدواج را نشانه ای از پیشرفت زنان در خاورمیانه تعبیر کردند. برای بله برون و مراسم نامزدی تمام اعضا و بستگان خاندان سلطنتی اردن شهریور سال گذشته در منزل پدر عروس در ریاض حضور پیدا کردند. اوج یک هفته چراغانی و جشن در عمان و سراسر کشور کنسرت پرشکوه دیشب دوشنبه شب بود در مجتمع شهر ورزش عمان با هزاران تماشاگر که ستاره موسیقی پاپ مصر احمد سعد آغازگر آن بود، با شرکت ستاره مصری تامر حسنی و بسیاری دیگر، در حالی که پهپادها لوگوی جشن حسین رو روی آسمان شب نقاشی می کردند. تقریبا همزمان با کنسرت دوشنبه شب دیشب، بانوی اول اردن ملکه رانیا در ضیافت شامی که برای خانواده عروس و همراهان ترتیب داده بود گفت رجوا را به اندازه دختران خود آیمن و سلما دوست دارد. رسانه ها از جمله اکونومیست لندن این عروسی را نشانه بهبود روابط عربستان سعودی و اردن تعبیر کردند که در اثر جنگ داخلی سوریه و ظهور داعش تیره شده بود. محل عروسی کاخ قدیمی زهران برای ولیعهد اردن پر است از خاطرات کودکی در خانه بابا بزرگ. زهران یکی از کاخ‌هایی است که ملک حسین در دهه 1330 شمسی بنا کرد. القصر بمثابه بيت العائله بيت الجد. خانه پدر بزرگ حالا باید به سرعت خود را بعد از 20 سال برای یک عروسی شاهانه جدید آماده کند. عروسی ملکه ایرانیا و ملک عبدالله دقیقاً 20 سال پیش در خرداد ماه 1372 آخرین عروسی بود که خاندان هاشمی در کاخ زهران ترتیب داد. کارشناس تاریخ سلطنتی اردن منتها العبدلت میگوید مراسم ازدواج سلطنتی امروزی ادامه سنت صدها ساله است و برگزاری آن نشان دهنده تداوم است و عشق به پدر بزرگ ملک حسین در دل اعضای خاندان هاشمی. ماشاءالله علیها رجوه، یعنی جد غلاوتها من غلاوت ایمان و سلم. در حالی که در مراسم شب نشینی دوشنبه شب ملکه رانیا به مادر عروس اطمینان میداد که رجوا در امان قریب نخواهد ماند، ستاره اردنی راغب علامه کنسرت عروسی را به پایان می برد. اردن همسایه عربستان سعودی، عراق و سوریه، همدست دیرینه غرب در خاورمیانه، پذیرای صدها هزار آواره فلسطینی است و به گزارش اسوسییتد پرس جزیره آرامش در منطقه پرتلاطم.